اگر صدای من میاد علامت برای من برس. سپاسگزارم. درود میفرستم به دوستان عزیز و آرزوی موفقیت براتون میکنم، ولی با این پند که همیشه موفقیت به بندهای مربوط بوده. بند اصلی که همه ما روش صحبت میکنیم و در نظر نمیگیریم و صحبتهای واقعی ما تبدیل به شعار میشه، اینی که نمیدونیم چگونه میتونیم این شعارهامون رو به واقعیت مادی تبدیل بکنیم و انجام پذیر بشه. اگر سن سوالهای از توی جامعه هست که به همه چیزی بی تفاوته و برای خودش بلندتر قائله، اینو در نظر بگیریم که هر چیزی بخواد به ثمر برسه احتیاج به سازماندهی داره. زمانی که میخواید چنین قانون تصویب بشه از طرف مردم، رای گیری شما در جهت تصویبه، پس باید آگاهی اون مسئله رو مردم داشته باشن. راجع به شرایط ایران خیلی حرف رو میشه زد، خیلی نقاط رو میشه روشن کرد. اینکه نسلی که یاد گرفته بود و میخواست اون سرزمینش خدمت بکنه چیکونه در زندانها بود، اعدامها از بین رفت، و این کمبود بینشی که باعث انتقال میگرفت میشد که ما بفهمیم چگونه کار را انجام میدیم، این مشکلات 30 ساله رو نداشتیم. نه روشنفکر ما به عنوان روشنفکر نقش خودش رو درست بازی کرد، نه ما سیاسیون به اصطلاح آموزش در حال آموزش درست اجرا کردیم. ما نفهمیدیم وظیفه چیه، نفهمیدیم در چه حالتی یک انسان احساس وظیفه میکنه و وظیفه رو تشخیص میده. این روابط، روابط سازماندهی، یک عضو سازمان وقتی که ندونه چی کار است، اون سازمان رو باید فراموش کرد. وقتی در درون یک سازمان آگاهی وجود نداشته باشه، شناخت از آگاهی وجود نداشته باشه، شناخت از افرادی که میتونن کاری بکنن به عنوان اینکه بخشای یک نظم رو تو جامعه به حرکت در بیارن، ایران به شرایط دولت موقتی همانند افغانستان و عراق نرسید. هیچ وقت عراق و افغانستان این اپوزیسیون با سابقه 30 ساله رو نداشته. شمار مردم ایران هم فرق میکنه. اون دموکراسی به جای اینکه درست جهت پیدا میکرد به جنگ داخلی کشوندن. منافع بیشتر تامین میشه در دراز مدت تا اینکه یک سرزمین رو پاش وایسه. افغانستان رو خالی کردن. روشن فکران افغانی بودن، ولی از اونا انتخاب شد؟ نه، هممال مناسب اون فرهنگ که بتونن غارت کنن. تا 20 سال دیگه ببینید چه بدهی داره عراق، چه بدهکاری داره. این ما امکنی هزینه ها رو میخواییم در آینده داشته باشیم یا نداشته باشیم، همش بستگی به این داره که سازماندهی کردنه. اون حرفایی که میزنیم بلدیم یا نه، این که بخواییم تأثیر بگذاریم توی این همه صداهای موج حرف بزنیم، آیا شناخت داریم چگونه باید تأثیر بگذاریم؟ ظرف 4 ماه مسئله این نیست دوست گرامی که سوال کرده بودید در تکست، ظرف 2 ماه میشه کرد. هر سازمان سیاسی ادعا به حداقل 50 مروج مبلغ داره که بتونن مسائل رو مطرح کنن، نشون بده دارای ارزشه، دارای قدرته. عضوی که خودش بشینه فکر بکنه، آره میتونه بشینه فکر کنه، میتونه سوالها رو مطرح کنه، میتونه کمبودها رو مطرح کنه به رهبریت. اونجاست که رهبریت میتونه در نظر بگیره این مشکلات رو به چه صورت مطرح کنه تا بتونه تأثیر بگذاره. سازمانهای سیاسی رو به راحتی میشه کنار هم نشوند، ولی در وهله اول احتیاج به اینه که مبلغ نظم و تشکیلات بشیم. دولت موقت آینده زمانی انتخاب میشه از طرف مردم
اینا نشون بدم مسائل مردم رو درک میکنم. سپاسگزارم. با تشکر از جناب شبگیر دادبه عزیز، من فکر کنم که طرح نهاد مردمی که تا یکی دو هفته دیگه معرفی عمومی میشد، شما جایگاهی برای تمام مسائلی رو که به درستی فرمودید پیدا بکنید و از تجربیات خودتون به عزیزان دیگری که از داخل و خارج از کشور میخوان زحمت بکشتن لطف کنید، محبت کنید، کمک کنید و مسلماً هم اینطور خواهد شد. در اتاق بیلوکس نفر، چهار نفر هستن، اگر اجازه بدید من بعد از این چهار نفر لیستو ببندم، چون هم سر کار هستم بعد برگردم سر کار و همین که DVD این برنامه تموم میشه. بفکرم برنامه خوبی بود امروز. آقای ناخدای عزیز، نوبت شماست، بفهمید اگر ممکنه در دو سه دقیقه حد اکثر دوستان صحبتشون تموم کنن که ما به همه وقت بتونیم برسیم. متشکرم، بفهمید عزیز. ناخدا از داخل کشور مثل این که اشکال داره وزشه. ناخدای عزیز، لطفاً سعی بکنید که اگه میتونید مایک رو دوباره بگیرید. من میکروفون رها میکنم، نوبت شماست، بفهمید ناخدای عزیز. در ضمن درود دارم من به بانو سعادتی عزیز، دکتر شجاعی عزیز، جناب فرجادفر عزیز و همه عزیز. بله، من سلام عرض میکنم دوباره، معذرت خواهم که قطع شد.